سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان گرامی، همراهان عزیز ویژه برنامه‌های نوروزی سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. عید و به همه شما مجدداً تبریک میگم. امیدوارم که سال 97 سال پیروزی و سال سرشار برای شما باشه، مملو باشه از پیروزی‌های مختلف در زمین‌های مختلف و انشاءالله که پیروزی‌های بزرگ در مسیر رسیدن به آزادی. عرض کنم خدمتتون که به سنت دید و بازدید نوروزی، خب طبعا یکی از بخش‌های اساسی برنامه‌های نوروزی ما گفتگو هست و دیدار با چهره‌های مختلف که هر کدوم حرفی برای گفتن در این رابطه دارند و خیلی خوشحالم که الان در حضور یک مجاهد اشرفی هستم، حمید کهندل عزیز، برای اینکه گفتگویی داشته باشیم. می‌خواستم بگم گفتگو کوتاه، ولی چون نمی‌دونم قول بدم که کوتاه باشه، تلاش می‌کنم که کوتاه باشه، گفتگو کوتاه داشته باشیم با حمید عزیز. خیلی خوش اومدی. خب ابتدا اگر خودت خوشو بشی داری و صحبتی داری با بینندگان عزیز بگو تا بعد وارد گفتگو بشیم. با تشکر از تو مسعود، منم سلام میکنم به بینندگان عزیز و عید نوروز رو به همه بینندگان تبریک عرض میکنم. درود بر شما. من همینجان فقط اسم تو گفتم، حمید کهندل، دیگه باقی معرفی رو واگذار میکنم به خودت، هر چقدر که میخوای در فرصت کوتاه بچه کجایی، نمیدونم از سن تحصیلاتت، هر چی بخوای برام خود توضیح بدی که خود بیشتر بشناسیم که بعد حرفات شاید بتونیم بیشتر. حالا تو اسم منو گفتی، چطوره من شهرمو به شکل یه معما بگم تو بگی؟ معما خود سخت میشه. آخه من میدونم چرا معما، که جوابش از قبل میدونم که خودی. خب باشه اینطوری میگم. ببین من بچه یه شهری هستم که آخوندا اون قدیما میگفتن که اینجا آخر اسلام و اول کفر. حالا تو بگو این کجا. چرا اینو میگی؟ من میدونم خب تو بچه یکی از شهرهای نزدیک جلفا هستی، هادی شهر. بله من بچه هادی شهرم، هادی شهر گرگری هستم. به خاطر اینکه آخوندا اون موقع به شوروی میگفتن بلاد کفر، از دهن یکیشون پریده بود که اینجا اول کفر آخر اسلامه، بیشتر به خاطر ضدیتی که با آخوندا تو شهر بود در واقع، ولی خب از دهنش اینطوری پریده بود، یه مثل شده بود بهش میگفتن اول کفر آخر است. چون مرز هست که دیگه جمهوری اسلامی اونجا تموم میشه، اینجوری میگفتن. به طعنه مردم هم به آخوندا اینو. البته فکر کنم که مایه افتخاره اگر اسلام این چیزی که دینی که آخوندا داره، این اسلام بله همه ایران پایان چنین اسلامی، فکر کنم این روزها از قضا خیلی هم به گفتگو نوروزمون میخوره. انشالله که داریم نزدیک میشیم به روز پایان چنین پدیده‌ای که اسم خودشو گذاشته اسلام و آغاز اون چیزی که در ضدیت تام و تمام با این هست. خب پس بچه هادی شهر هستی. خب همینجا من میگم که عید هر سال، اصلا کلا فکر کنم نوروز شاید اینجوری باشه، در عید این که خب یک پدیده‌ای که به نظر میرسه تکرار میشه، یک سنت تکرار شونده هست، ولی هیچ‌وقت آدم احساس تکراری بودن به معنی منفی و خسته کننده بودن نمیگیره. یعنی هر سال آدم در عینی که کلی خاطرات نوروزهای قبلی تو ذهنش میاد، ولی هیچ وقت احساس نمیکنه که این یه چیز تکراریه، این همونی که قبلا بوده دیگه، چه فرقی کرده. برای من فقط اینجوریه، یا نیک باشی صحبت کردم یا تو هم چنین احساسی داری؟ طبعا برام منم همینطوره، مخصوصا عید امسال که اصلا تفاوتش کیفیه با عید سال قبل. چرا کیفیه؟ مثلا همین می‌خواستم سوالم باشه، چه فرقی میکنه عید امسال با دو ماه قبل؟ قیام دی ماه رو داشتیم که واقعا در واقع عید ما رو اصلا پیشاپیش عید کرد. خب خودت اشاره کردی به قیام، یکی از سوالای من از قضا بود، ولی حالا که اشاره کردی من زودتر میرم تو همین سوال. خب باشه، قیام شد، چهره سال 96، فکر میکنم هر کسی که امروز بخواد به سال 96 نگاه بکنه، بزرگترین تحول و اون چیزی که به هر حال این چهره این سال رو برجسته میکنه، قیام پرشکوهی است با استمرار و ادامه که خب رژیم هیچ وقت نتونست خاموشش بکنه. حالا بهش خواهیم پرداخت، ولی علی نزد بپرسم این قیام، خب از شعارا شروع کنم مثلا. خب شعارا چه احساسی داشتی وقتی که دیدی، وقتی شعاراشو میشنیدی، کدوم شعارش بیشتر به دلت نشست؟ خلاصه احساس کردی که آخیش حرف دلت رو زدن، و خلاصه یه مقدار راجع به احساست و لحظاتت بعد از شنیدن خبرهای قیام بگو. والا من اولین لحظه که خبر قیام شنیدم، دویدم رفتم سری پای فضای مجازی که اصلا ببینم چه خبره. میدونم که اهل فضای مجازی هستی زیاد. خب بعدم دیدم مخصوصا از مشهد چه شروع شده بود، بعد واقعا با درود فرستاد به مردم دلیل و قهرمان مشهد. من حالا تو شعارها، خب شعارها همشون واقعا هر کدوم یک چیزی داشتن، ولی قشنگترین شعاری که من خیلی بهم چسبید، شعار اصلاح طلب و اصولگرا دیگه تمام ماجرا بود. از این شعار خب بپرسم چرا؟
خب چراش به طور واقعی اگه بخوام مثلا 40 سال گذشته رو نگاه کنیم، اینکه چرا چطور آخوندا تونستن 40 سال بر گرده ملت سوارشن و پایین نیان، میشه خیلی دلایل آورد، مخصوصا دلایل خارجی یا شرایط منطقه‌ای، ولی یکی از اصلی ترین دلایلش همین داستان اصلاح طلبی و بساط اصلاح طلبی بود که از رفسنجانی، از مرج خمینی شروع شد و رفسنجانی و خاتمی و شیخچ شیاد که با لبخنداش خیلی رو تو جوال خودش برد، بگیر تا همین روحانی که یادمون نرفته چند ماه پیش خیلی ها انگشتاشون رو بنفش میکردن با روحانی تا 1400، نمیدونم حالا تا الان کجا هستن و تا چند میخوام با روحانی بیان، ولی خب مردم از پایین شروع کردن و تمام این بساط برای همیشه کنار زدن. که اگر این قیام به نظر من هیچ دستاوردی نداشت، هرچه میشه دستاورداش کلی جمع زد و گفت، فقط همین یه دستاورد اگه داشته این بساط اصلاح طلبی جمع بشه، خودش خیلی بسیار عالی. پس اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا به نظر تو پایان یک بازی بود به نام اصلاح طلبی که به قول تو از مرگ خمینی در واقع شروع شده بونه یه تاکتیک. خب باز برگردیم به قیام. من سوالم این هست که در واقع سوال قبلی به نوعی مطرح کردم ولی چون بحث رو شعار یه خود به این کمتر پرداختم. احساس چی بود از این قیام؟ پیش بینی می‌کردی؟ اگه الان برمیگشتیم به سال 96 میتونستی پیش بینی کنی که در این سال شاهد یه چنین قیام شعله‌وری خواهیم بود یا نه؟ واقعیتش مقصود اگه بخوام به عنوان یه مجاهد که بالاخره توی سازمان حرفه‌ای که اصلا شغل حرفش سرنگونی این آخونداست بگم که نه هیچ تصویری نداشتم، خب یکم غیر واقعی این حرف و اینطور نیست مثلا هیچ تصویری نداشتم. خب بالاخره ما تمام اخبار و تحولات داخل ایران دنبال می‌کردیم و می‌دونستیم که شرایط به سمتی میره که خواه ناخواه یه روزی این بشکه بارود باید منفجر بشه، ولی واقعا این قیام انقدر انفجاری بود و انقدر به سرعت تبدیل شد از یک درخواست های صنفی کوچیک به شعار سرنگونی و مرگ بر خامنه‌ای که همه جای ایران، حتی بچه های کوچه از بلوچستان گرفته تا غرب ایران میگفتن مرگ بر خامنه‌ای، همچین تصویری واقعا نداشتن. یه خود از فضای قیام به معنی اخص آنچه که در سال 96 واقع شد خارج بشیم، یه خود بپردازیم به موضوعاتی که البته قطعا با این در ارتباط هست، ولی خب اگه زاویه دیگه ای بخوام بهش نزدیک بشیم، من میگم که فرض کن من یه آدمی هستم ناامید مایوس، میگم که از قضا به دلیل همون چیزهایی که مطمئنم تو قبول داری و بیش از این که من میگم در اثباتش خواهی گفت، از وحشیگری رژیم، از چپاولی که از اموال مردم کرده، از فشاری که به مردم در 40 سال آورده، روزگار خیلی ها رو سیاه کرده، از کشتاری که کرده، از همه جنایتی که کرده، خب من میگم همه این مصائب که هست دیگه چه جای عید، چه جای جشن، چه جای تبریک؟ چرا میگیم تبریک؟ حتی قیام هم شده بالاخره باش، هنوز که به نتیجه ای نرسیده که نتیجهش اگه منظورم نتیجه نهاییشه، خب پس دیگه چه جای تبریک؟ چه جای؟ چرا اصلا نشستیم پای سفره هفت سین و تبریک و اینا برای چی؟ خب این موضوع رو به نظر من از چند جنبه میشه بررسی کرد. اولین جنبهش اینه که اصلا باید دید خود آخوندا و مشخصا خامنه ای میخواد مردم ایران عید بگیرن یا میخواد غم زده و ماتم زده باشه. همین دیروز من داشتم یک کلیپ نگاه میکردم، از اول تا آخر کلیپ این آخونده میگفت چرا گریه نمیکنین، چرا جواب بیاین گریه کنین. اصلا دستگاه و منطقه آخوندها دستگاه ناامیدی و یأسه که انگار مثلا توشون ارزش به اینه که آدم غمگین باشه، ارزش به اینه که آدم ماتم زده باشه، ارزش به اینه که آدم تسلیم باشه، در حالی که مردم ایران اولا این نیستن. خب میشه اینا رو گفت که آره این مردم اینطوری هم، مردم ما ناامیدن، مردم ما فلانن، که از این حرف هم زیاد آدم میشنوه، ولی واقعیت که این نیست. بذار یه مثال برات بزن. مثلا فرض کن تو یه اتاق در نظر بگیر، درست، مثلا تو این اتاق یه سری آدم ها هستن، بعد میری تو اتاق میبینی بوی پیفاف میاد. پیفاف چیه؟ امشیه. امشیه قدیمی هم میگوتن امشیه، نسل ماست. آره. تو امشیه دیده یه بوی میاد، خب میفهمی که این اتاق مسمومه. مسمومه. بعد میبینی یه سری بیحال افتادن، یکی حال نداره، یکی پاش، یکی
غش کرده، یکی فلانه، اون یکی میگه من فلان، اون یکی میگه من فلان. خب یکی باید بیاد به اینا بگه بابا آخه این تو نیستی که الان افتادی بیحالی، این بیحالی خصلت و ویژگی تو نیست، اول از خود بیا بیرون. یکی بلند شین پنجره رو باز کن یه ذره هوای آزاد بیاد، به خود همتون خوب میشین. اصلا موضوع این نیست. برای همین یعنی از این وقت هم که نگاه میکنی امید و ناامید و اینا همش محصول سمیه که خمینی با خودش آورد. از روز که خمینی اومد تو ایران این سم تو رج و پی مردم ایران تزریق کرد. یعنی وقتی امید و ناامید رو تو اینجوری ربط میدی به حاکمیت و متقابلا مقاومت، یعنی دیگه وجه فردی پیدا نمیکنه. مثلا من میگم من آدم ناامیدی هستم، من آدم غمگینی هستم. اتفاقا ببین همین دو تا نگرش داریم. مثلا هر انسانی میتونه توی یکی ما یه نگرش داریم، هم چجوری نگاه میکنه. مثلا فرض کنید دوباره یه مثال بزنم. مثلا تو یه فیزیکدان، یه نمیدونم ستاره شناس، به آسمون که نگاه میکنه، هر کسی که یه ذره برنامه ستاره شناسی هم خونده باشه میدونه که تو فضا مثلا 99.99% فضای خالیه، 0.01% این ستاره. درسته. ولی کسی به خاطر اون فضای خالی آسمون نگاه نمیکنه. آدما نگاه میکنن اون ستاره رو ببینن. درسته. تو اگه فیزیک خونده باشی یه ذره رو که میشکافی، یه اتم رو میشکافی، یه الکترونه، یه پروتونه. مثلا فرض کن از 100 میلیون یک واحدش وجوده، بقیه‌اش هیچی نیست. ولی کسی به خاطر اون چیزی نیست نمیگیره تو اتم رو بشکافه. میشکافه چه اون اونی که هست رو ببینه. پس اگه ما میگیم 40 سال ناامیدی، بدبختی، سیاهی که دیدن چه هنر نیست، تو تاریکی اون شمعی که روشنه باید ببینی. پس یه کسی هست، کسانی هستن. همین الان زندان‌های ایران نگاه کن، کسانی که اعتصاب قضا میکنه تا لحظه مرگش، کسانی هستن که خامنه‌ای هر لحظه میاد میگه که سرنگونی، براندازی، فتنه، مثلثی در کمین ما هست. پس این هست. ارزش و هنر اینه که آدم اینو ببینه و خودشو با اون هیچکس یه تاریکی رو چیز خودش قرار نمیده که من به سمت تاریکی میرم. یه شمعی رو از دور میبینه، جهت میگیره و خودشو با اون تنظیم میکنه. و وقتی که شمع هست دیگه چه جای ناامیدی؟ اینجاش اصلا کهکشانی از شمع، واقعا از داخل زندان ها بگیر چه دیگه مقاومت چه. یه سوالی یه ذره متفاوت بکنم از این بحث. دم عید سفره هفت سین هم هست، ببخشید که من الان شیرینی نبردم اینجا بدم، ولی حتما الان توی فرصتی استفاده بکنم، تعارف هم خواهم کرد. ولی خب تو این فضا میگن پای سفره عید هم همیشه یه جایی که آدم ها آرزو میکنن. دارم خواهد یک آرزو تو که واقعا آرزوی ته دلت هست، جدا از آرزوی مشترک و عامی که همه مردم ایران دارن، هممون خواهان آزادی هستیم، خواهان حاکمیت مردمی هستیم، و یه سری آرزوهایی که بالاخره آرزوهای خیلی بزرگ، خیلی مقدسه، ولی مشترکه. من میخوام اون آرزوهای خاص، مثلا آرزوی که ته دل خودت هست و فکر میکنی که دوست داری این اتفاق بیفته و دوست داری شاهد باشی تو زندگیت که اون محقق بشه، اون چیه؟ میخوام مسعود یه آرزو بهت بگم. یه آرزو دارم که از خیلی سالها پیش، خب شاید به 2-3 نفر بیشتر نگفتم این آرزو. الان هم میتونی به دو سه زبدر چندین دو سه میلیون بگی که واقعیتش به دهه مثلا 60 اگه برگردیم، نمیدونم اونایی که اون دوران بودن یادشون، البته ما بچه بودیم ولی بالاخره خاطراتش مونده. بله. اگه یادتون باشه اون موقع جنگ ایران عراق که بود، خیلی وضعیت اقتصادی تو ایران سخت بود. بله. تو محله ما یادمه فقط یه خونه بود که هر روز وسط اقتصادش میکشید که سیب زمینی سرخ کرده بخوره. خب. بعد این بوی سیب زمینیش را میفتاد تو این کوچه مسعود. بعد ما بچه کوچولو که بودیم 7-8 نفر، بعد یکی دو نفر که اصلا پای اون پله دراز میکشید از زیر در بو میکردن که این بوی لذت بوی سیب زمینی واقعا این تو دل من مونده که تو این سالیان هم خیلی فقر و بدبختی تو ایران من دیدم از نزدیک تا روزی که بیام تو سازمان. از وقتی هم که تو سازمانم باز دنبال میکنم که الان دیگه واقعا من شکن شد. همیشه یه آرزو تو دلم بود از همون خاطره که یادم مونده که میگفتم یه روز اگر رسیدیم به ایران
همه چی میذارم کنار میرم تو تهران، نمیدونم جنوب شهر تهران اینا. بله. یه دستگاهی میخرم از این فریت درست کنی. فریت چیه؟ از این سیب زمینی سرخ کرده گنده، همزیری گنده میذارم اونجا، بعد همزیری سرخ کن بده این بچه ها بخورم. آرزوی من. خب این آرزو خیلی میشه راجع بهش صحبت کرد، در اینی که ظاهرش ساده است ولی فکر میکنم که خیلی خیلی زیبایی ها درش نهفته است. امیدوارم بهش برسیم. انشالله که نه، من مطمئنم از همون جنسی که گفتی، اون امیدی که پایه واقعی داره، اون امیدی که با دیدن ستاره و با دیدن اون هسته اتم ایجاد میشه، اون با آدم میگه که یقینا همچین روزی میرسه که نه فقط این یک نمونه بلکه همه اونجا که از مردم ایران دریغ شده انشالله که بهشون داده بشه در اوج رفاه. و شاید این حالا دوباره برمیگردونه ما رو به قیام و آرزوهایی که برای قیام داریم و اینکه اون به این نقطه برسونه. من میخوام در این قسمت برنامه در واقع سوال جواب بسپرم به خودت، اگر چیزی بود که تو دلت هست که مطرح کنی و من نپرسیدم. با هر مخاطبی میخوای، خطاب به همه مردم ایران میخوای صحبت کن، خطاب به همسن و سالای خودت میخوای صحبت کن، خطاب به همشهریای خودت میخوای، خلاصه یه مخاطب انتخاب کن و حرف دلت تو این لحظه باشون بگو. تو که خاطره ای رو که نگفته بودی تعریف کردی، آرزوی رو که نگفته بودی آرزو کردی، حرف دلت تو در سایر زمینه هم بگو. حالا خوبه از این فرصت استفاده کنم، چون ما مجاهدین بعد از سالها تو عراق و بالاخره چیزایی که حتما همه شنیدن و چیز کردن، پا شدیم اومدیم تو خارج کشور و بالاخره تفاوت دو تا زمین کاملا مشخص. خیلی هستن تو ایران هستن، زیاد سنشون نمیرسه که زیاد چیزایی از مجاهدین بدونن، یا خیلی هستن سوالشون میشه اصلا این مجاهدین چی هستن و چی کار دارن میکنن، اصلا تو خارج چی کار میکنن، عراق چی کار میکردن. دلم میخواد دو تا چیزو بگم، دو تا چیزی که تو دلمه، یعنی حرف دلمو، یکی حرف دلم رو به خودمون، یعنی اول از هر کسی خودم و بقیه مجاهدین. اگر ما مجاهدین تختی کشیدیم، اولا وظیفه همون بوده، هیچ طلبی هم از مردممون نداریم، به خاطر آزادی و به خاطر مردممون این کار کردیم. اگر ما اومدیم تو خارج کشور، میخوام مردم ایران هم اینا بدونن اتفاقا، اگر یک مجاهدی بعد از این همه سال مجاهدت یک لحظه به این فکر کنه که فراموش کنه اون چیزی که تو ایران در جریانه و دنبال زندگی خودش باشه، اگر من یک لحظه اون لحظه نفس کشیدم به من حرامه، چون ما روی رودی از خون شهدامون این مسیر تا اینجا کوبیدیم اومدیم و وقتی که ما مبارزه رو شروع کردیم به خاطر مردم شروع کردیم که زیر بار فقر و ستم استخوناشون خرد شده بود و میشد و همین الان هم داره میشه، یعنی چیزی عوض نشده. پس به همین دلیل مبارزه ما ادامه داره. و اون چیزی که میخوام واقعیتش دلم میخواد مردم ایران لحظه‌اش رو دارم که مثلا تو ذهنم میگذره که کاش مردم ایرانم یکم بیشتر حواسشون به این چیز باشه، اینه که الان شرایط خیلی ویژه‌ای هستیم، سال بسیار بسیار ویژه‌ای توش هستیم، شرایط بسیار متفاوت تر از سالهای قبله، حتما برنامه سیما آزادی خیلی به این موضوعات میپردازه، ولی واقعا فرصتی تاریخیه که از دست این آخوندها ملت ایران خلاص کنیم. واقعا تو این راستا هم به کمک تک تک ایرانه، یعنی الان یه وقت این ناامیدی، الان چیزایی که میگفتی ناامیدی و من حالم خوب نیست و من خستم این حرفا نیست، باید بلند شد، هر کسی هر چقدر چی میتونه، حتی یه دعا، حتی یه اشعه امید و آرزو دادن، همه اینا رو قطره قطره نیاز داریم که بریزیم تو این کاسه تا بتونیم آخوندها رو سرنگون کنیم و این شام سیاه، این زمستان سرد طولانی رو تموم کنیم و بهار واقعی ایران رو برای مردم ایران هدیه کنیم. انشالله، چقدر آرزوی خوبی و انشالله که این بهار واقعی هر چه زودتر برسه با همون مادیت و قطعیتی که بهار طبیعت اومد و زد و زمستونی رو که هیچ وقت در اون لحظه آدم ممکنه تصور نکنه که این همه سرمون کجا بخواد بره، میزنه به راحتی و هر بار و هر سال موفق میشه، انشاءالله که به همین قطعیت باشه. بسیار خب، منم در آرزوی تو قطعا شریک هستم، فکر کنم که همه هموطنان عزیزمون هم در این آرزو
شریک باشن و به قول تو این بار برای تحقق این آرزو باید آستین رو زد بالا، قیمتش رو داد و انشاءالله کرده بشه. خیلی ممنونم از شرکتت حمید عزیز، امیدوارم که همیشه موفق باشی، چون فکر میکنم با این توضیحاتی که دادی موفقیتت موفقیت یک فرد نیست، موفقیت یک آرمان هست برای آزاد کردن مردم. تشکر میکنم و برات بهترین آرزو دارم. خیلی ممنون، منم تشکر میکنم از اینکه این فرصت دادیم به من که در برنامه عید و نوروزتون شرکت کنم. درود بر تو.